سید اسماعیل همیری شاعر عربه. حاج آقا سیده؟ نه، یعنی از بنی هاشم نیست؟ نه. پا چه بشو کنم سید اسماعیل اتفاقا ننه و باباش داییاش که میگن حلال زده به دایش میره، اینم غلطه. ننه و باباش تایفه مادری تایفه پدری همه سنی ناسبی بودن. مادر و پدرش از متعصبین به قول امروز مثلا وهابی، حالا من بهتر داعشی بودن، آقا وهابی هم نه داعشی بودن. روزی چند بار مادرش سفره لعن پهن میکرد، پولم خیلی داشتن، نهار میدادن، صبحانه میدادن، عصرانه میدادن، همسایه رو جمع میکردن، زبانم لال لعن به علی میکرد، دشمن امیرالمومنین. به بچهش میگه که بیا تو هم لعن بکن. میگه من لعن نمیکنم. غلط میکنی، لعن نمیکنی. چرا لعن نمیکنی؟ میگه داماد پیغمبره، برای چی لعنش کنم؟ شوهر فاطمه زهراست، چطور من لعنش کنم؟ شما مسلمونی؟ باباش میزندش، داره که یه بار اینقدر این بچه رو زد که گفتن مرد. چند روز تو اتاق زندونیش کردن به جرم اینکه چرا لعن به علی نمیکنه. گفت برای چی لعن کنم؟ من به نتیجه رسیدم علی بن ابی طالب مسلمانه، برای چی لعنش کنم؟ وقتی تو آیه مباغله داره انفسنا و انفسکم، جان علی با جان پیغمبر و خدا یه جور آورده، چرا باید من یه کسی که جانش با جان پیغمبر یکیه لعنش کنم؟ لعنه به امیرالمومنین لعنه به پیغمبره، توهین به علی توهین به رسول الله است. من توهین به پیغمبر نمی کنم. مادرش گفت محرومت میکنم، قضا بهت نمیدم، گفت اگر گرسنگی میمیرم لعنه. به مادرش گفتن چرا بچه وقتی به دنیا آمد اسمش گذاشتی سید اسماعیل؟ گفت سید از سیادت میاد، میخوام این بچه‌م بزرگ که شد طایفه‌مونو بزرگ کنه، بزرگ قوم بشه. پس سید اسماعیل همیری سید بنی هاشمی نیست، ننش گذاشته که بزرگ بشه و بزرگ بشه. این آقا یک بار تو عمرش لعنه به مولا نکرد، با این ننه، با این بابا، با این دایی، با این طایفه ای پدری و مادر، همه دشمن علی. اما میگه آقا من نتیجه رسیدم، من چیزی که بتونم خودم رو راضی کنم به علی تا این کنم گیرم نیومده.